کسی به فکر ششم گرسنه میلیون ها ایرانی در درون مرزهای ایران نیست. برنامه ساز قدیمیمون شاه کلید برنامه سازامون، تمام برنامه صبحش در یک ساعت و نیم، نیم ساعتش آگهیه، یه روبش یه خانوم میاد یه تحلیل راجب یه نفر تو فیلیپین یا اندونزی یا مثلا زامبیا یا موزامبیک میده، خودش هم میشینه چهار نفر رو جمع میکنه و میشینین و یارو آخوند قبلی زیر ابرو برداشته و سه نفر دیگه راجب مذهب صحبت کنین و از اونای دیگه هم همه خونسادر از اینو دارن، همون یارو حسین منقله نشسته که فقط میشینه تحلیل و تفسیر مثلا سایت پیجنت رو نمیدونم سایت محسن رضایی و این اینو گفت اون اونو گفت و این گونه مسائل. بعدش هم مردم رو راضی میکنن به این طریق. حالا هی از تحریم سخن بگید، یکی نیست بگه عمر مردم درمانده ما از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تحت تحریم رژیم جنایتکار آخوندی در طول 31 سال گذشته که آزادی ملت ایران رو تحریم کرده، زندانی به بزرگی ایران ساخته و مردم رو درش زندانی کرده. هیچ صحبتی از این ملت در این بحث ها، در این گفتگوها، در این فلاکت و بدبختی وجود نداره. استاد بزرگشون شطور اعظم یه کتاب گذاشته بالا 100 سال پیش ای میشینه مثلا میرزا فشمدین کرمانی چی گفت، تقی آقاخان مثلا این آخه خیانت و خودفروختگی و فاحشگی سیاسی تا کی؟ مردم ایران دیگر چیزی ندارن که بخواهن تحریمشان کنند. نکند گوشت قرقاول روزانه خامنه‌ای حرامزاده مفعول افیونی را میخواهند تحریم کنند، یا اینکه گوجه فروش سر کوچه احمدی نژاد رو که گوجه را ارزون میفروشه میخوان تحریمش کنند. راستی یه چیزی یادم اومد، بالاخره ما ایرانیان مبارز برون مرز همراه مردم دربند میهنمون باید از چین و روسیه سپاسگزاری کنیم. سران اروپا و آمریکا میگن چون مردم ایران از جهات گوناگون و ازشون توپ به توپه باید به طرق مختلف تحریمشون کنیم و خوشبختانه کاری هم به رژیم نداریم، چرا که مسلماً این تحریم ها شامل سران شکم پاره، شکم سیران، شکم کارت خورده های مافی های نظام اسلامی که نمیشه و بچه های احمدی نژاد و خامنه ای و طول سگ های واعظ طبسی و جنتی و کروبی و یا بی امامه ها و اینا که شامل اینا این طول سگ زاده ها نمیشه، دوستان میگن آقا زاده ها. بچه های احمدی نژاد و خامنه ای به اضافه وجود نحسشون کماکان سیر، شکما پر، حساب های خارجی پر از پول های مختلف یورو و پوند و دلار و ین و این گونه مسائل. بیچاره فائزه رفسنجانی که باید شب را گرسنه در کنار پدر به سر ببره اگر تحریم ها رو شدید تر کنه. باز هم به نظر به اصطلاح روشنفکران، اندیشمندان، تحلیلگران، مفسران 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، این روشنفکران قدر که تحلیل هاشون در طول 31 سال گذشته همیشه درست از آب در اومده، باید از رفقای چینی و روسی تشکر کنیم، چرا که اینقدر به فکر مردم ستم دیده یک کشور عزیزمان هستند که نمیگذارند آمریکا مردم ایران رو از خوردن چلومرغ و بوقلمون ناقابل محروم بکنه. میبینید چین و روسیه چقدر به فکر مردمن، دائما تو سازمان ملل نشستن جلوی تحریم ها رو میگیرن، به فکر ملت ایران هم. بیچاره این رفقای چینی و روسی از دست این آمریکای جهانخوار چه میکشن؟ صحبت‌های دوستان کمونیستمون. از این رو این رفقای اجنبی عاشق و دلخسته برای ابراز همدردی و همبستگی با توده مردم ستم دیده ما چه سودهای کلانی توسط سردمداران رژیم اشغالگر اسلامی که به چیپ نمیسن. هموطن نازنینم،
مایه شرمه، مایه عقب افتادگی فکریست، دناعت پستیه، که هنوز ما بنشینیم و این حق بازا، این کلاشا، این پروژه ها، این سناریوها رو ببینیم و هنوز که هنوزه یک سنگری که بعد از 31 سال اومده داره تمام جلوه های وطن پرستی، عرق ملی، ناسیونالیسم ملی رو باشه، این عکسی که پشت منه بزنه، یا عکس این حرومزاده ها رو آتیش بزنه، یا بگه مرگ بر حکومت اسلامی در کلیت و در تمامیت. به اهورا مزدا ایران نمیتونن، خط قرمز دارن. ما از دوشنبه شدیدن میریم به استقبال روز کارگر، نه اون استقبالی که کمونیست ها میخوان بکنن و اینگونه مسائل را، برای اینکه شکم کارگر کشور من گرسنه است. باید کارگر با دانشجو، دانشجو با زنان، زنان با کارمندان در 11 اردیبهشت در خیابان ها باشد. نکنه اجازه بدید میر حسین موسوی و جرس و سایت کلمه و مزدوران سازگارا چی و نوریزاده چی و این گونه بی پدر و مادرها، بی بی سی و بی اوه و اینا بخوان دوباره پودر مرده رو شما ها بریزند، کنترل کنن مثل 22 بهمن. هر روز مارشه، هر روز در تلویزیون آریامر از دوشنبه نشون دادن کلیپ های 10 ماه گذشته است تا دوباره مردم اوج بگیرن و پرواز کنن. برای همین داشتن نفساشون رو گذاشته بودن اینجای من، داشتن خفه میکردن، ولی شما باز به داد این سنگر رسیدید. برای سربازان تشنه این سنگر با قمقمه ده ها و صد ها مایل دویدید، آب آوردید، آسوخه آوردید، اما کافی نیست. دشمن همه جور موشک و تشکیل داره میزنه ما رو، همینطور داره به طرف ما تیر میاد، برای که دست فاحشه هاشون رو داریم رو میکنیم، نوکرانشون، جیره خارانشون. برمیگردیم در ارتباط با اوضاع و احوال کارگران کشورم با شما صحبت میکنم که در چه وضعی به سر میبرند. کارگر هموطن نازنین، در ایران کارگر ستلایت نداره صدای منو بشنوه، ولی تو دانشجو میشنوی، تو آدمی که ممکنه کارخونه داشته باشه، باید کارگران رو، من الان از طریق فیسبوک شدیداً دارم به درون ایران تبلیغ میکنم، از طریق توییتر، فیسبوک، دوباره فعالیتم رو در پلتاک شروع کردم و در اینجا از 4-5 جبهه مختلف، روز معلم و روز کارگر، باید این مردم یک خیزش دیگه دوباره بیرون بیان و فریاد مرگ بر حکومت اسلامی سر بده. به اندازه بیشتر از حد عادی مردم رو گرسنه نگه داشتی، شما استثمارگران و شما استعمارگران خارجی برای حفظ این رژیم، مردم دیگه از زور گرسنگی دارن بیان بیرون تا بیخ خر این حرومزاده ها رو بگیرن. تلویزیون آریامر برای روز کارگر و روز معلم تا حد بی نهایتش اگر من زنده باشم می جنگیم، مردم رو به خیابون میاریم و این بار یک دشنه دیگر در قلب شما حرومزاده ها فرود میکنیم، فرو میکنیم. این وظیفه ملی میهنی ماست و انجامش میدیم. یک سنگر مبارزاتی، یک اپوزیسیون واقعی. این رسانه شده اپوزیسیون واقعی رژیم، نه حزبیه، نه سازمانیه، نه تشکیلاتیه، همه خبر مرگشون خوردن و خوابیدن، دارن خورناسه میکشن، گهگاه هم یه مقاله ای، یه اینترویو، یه چیزی، دوباره هر هر خدافظ زبور شد. زمان تموم کردن کاره، میریم و برمیگردیم. با ما باشین، هیچ جایی دیگه خبری نیست. یا دارن فرش میپروشن، یا دارن جواهر میپروشن، یا دارن مالی لاندری میکنن، یا دارن جنس میپروشن، یا دارن بالا و پایین اینجاها رو تکون میدن و عقب و پایین و پشتک و وارو و اینگونه مسائل، یا سریال هایی که یارو مثلا دنبال جنس بره، مثلا تو مشهد یه دفعه امام رضا رو گنبدش رو میبینه، اصلا از قاچاقچیگری و اینا دست بر میداره، میگه یا امام رضا، میره دستش رو میگیره به چیز امام رضا، اونجا بست میشه دیگه، درست میشه. میریم و بعد